بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر خاتم پیغمبران حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاکش و صلوات و درود خاص بر حضرت صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه. در قسمت قبل تا اینجا عرض کردیم که ابن زیاد نامه ای به ابن سعد می نویسه که یا با حسین می جنگی و یا امارت لشکر رو به شمر واگذار می کنی. ابن سعد وقتی نامه رو میخونه میفهمه که کار شمره، شروع میکنه فحش دادن به شمر و میگه میدونم که تو نذاشتی که ابن زیاد قبول کنه، من میخواستم کار رو راست و ریستش کنم اما تو مانع شدی. شمر گفت بگو چی کار میکنی، اگه قبول میکنی چه بهتر، اگه نه زود امارت رو به هم بده. ابن سعد از اول تصمیمشو گرفته، اون ملک ری رو با قیمت ریختن خون فرزند پیغمبر خریده. میگه نه، من خودم سرکرده لشکرم و تو رئیس پیاده ها باش. از طرف دیگه یه نامه ای هم شمر میاره برای فرزندان ام البنین، چون از این طایفه بوده، شمر از طایفه بنی کلاب بوده. اما نامه میاره ولی قصهش معروفه، حضرت ابوالفضل لعنش میکنه و اینو دورش میکنه، میگه برو که این امان نامت رو با خودت ملعونید که ما بیایم در اطاعت و بیعت کسایی که خودشون ملعونن و فرزند ملائین هستن و فرزند پیغمبر پسر فاطمه رو رها کنیم. شمر ناراحت میشه و برمیگرده. عصر روز نهم روز تاسوعا عمر سعد لشکرش رو آماده میکنه و میگه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، سوار شید که بهشت جلو روتونه، مژده بهتون باد. اینجوری سوارشون میکنه و میان دور خیمه حضرت. اهل بیت تو خیمه نشستن، خواتینی که تا حالا چنین منظره هایی رو ندیدن، همیشه در عز و ناز بودن و همیشه در سراها و منزلهای خودشون در پس پرده حضور داشتن، حالا در معرکه جنگ صدای قعقعه اسبان، سرصدای نیزه ها رو دارن میشنون. حضرت عقیله بنی هاشم سراسیمه میاد خدمت برادرش امام حسین علیه السلام. امام حسین در این وقت جلوی خیمه نشسته بودن به حالت اینکه شمشیر در دست مبارک، زانوها رو بغل کرده بودن و یه مقدار سر رو روز زانو گذاشته بودن و به خواب رفته بودن. در این حال حضرت عقیله میاد خدمت برادر، عرض میکنه برادر این سر و صداها رو نمیشنوی که نزدیک شده؟ حضرت سر از زانو بر میدارن، میفرمان همین الان جدم رو در خواب دیدم. فرمود تو نزد ما میای. حضرت عقیله تا اینو میشنوه مطلع میشه که منظور برادر چی هست، شروع میکنه به گریه کردن، سیلی به خودش میزنه. حضرت ابو عبدالله دلداریش میده، آرومش میکنه، خواهر آروم باش. حضرت ابوالفضل میاد جلو، برادر اینا اومدن چیکار کنیم؟ حضرت میفرماد که برو ببین واسه چی اومدن. حضرت ابوالفضل با 20 تا از سواره ها میان مقابل لشکر، میفرمان چیکار دارید، چی شده؟
میگن بله، یا بیعت میکنید و یا ما میجنگیم. حضرت ابوالفضل میگه صبر کنید من برم جواب بیارم از برادرم. این 20 نفر وا میستن، شروع میکنن به موعظه کردن لشکر. حضرت ابوالفضل خدمت برادر میرسه، قضیه رو عرض میکنه. حضرت میفرماند که برگرد بهشون بگو که یه امشب رو به ما مهلت بدن، لعلنا نصلی لربنا اللیله، شاید ما امشب نماز بخونیم و دعا کنیم و استغفار کنیم. خدا خودش میدونه که من نماز رو دوست دارم و قرآن خوندن رو دوست دارم و دوست دارم که زیاد دعا و استغفار کنم. حضرت ابوالفضل برمیگرده و میفرماد که برادرم میفرماد امشب رو به ما مهلت بدید. ابن سعد رو میکنه به لشکر خودش، چیکار کنیم؟ شمر میگه اگر من امیر لشکر بودم اجازه نمیدادم. خیلی پلید بوده و خیلی جسور بوده شمر، و از اون کاری که آخر هم کرد مشخص میشه. ولی یکی از اینها به نام عمرو بن حجاج که گفتیم موکل آب فرات بوده، برگشت گفت چه خبرتونه؟ اگر ترک و دیلم بودن از ما یه مهلتی میخواستن یه شب ما بهشون مهلت میدادیم، اینا که بچه های پیغمبرن. ابن سعد خجالت میکشه، شرم میکنه و اون شبه رو اجازه میده. قضایای شب عاشورا مفصله، ایشالا در جای خودش اگر شد. شب عجیبی بود شب عاشورا، شب امتحان بود. یه عده روسفید شدن، یه عده روسیاه شدن، یه عده جونشون رو برداشتن فرار کردن، یه عده جونشون رو کف دستشون گذاشتن. اینو کم میدونستن، گفتن اگر هزاران بار جون داشتیم در راه تو میدادیم. ما همیشه از مردها شنیدیم که مردا تو این امتحان پیروز شدن و چه این امتحانی براشون پیش اومده. برای زنها هم همین امتحان بوده، اونهایی که همراه حضرت بودن غیر از اهل بیت، زنها و بانوان اصحاب که همراه حضرت بودن. داره که شب عاشورا نیمه های شب حضرت یه امتحانی میکنه اصحاب رو، غیر از اونایی که معروف هست. قضیهش بسیار مفصله، بخوایم بگیم وقت برنامه گرفته میشه. خلاصش اینه، حضرت برای دلداری خواهرشون حضرت عقیله اصحاب رو صدا میکنن، باشون صحبت میکنن، اونا جانثاری خودشون رو دوباره اعلام میکنن. حضرت آخر خطبشون میفرماید که هر کی همراهش زن و خانم هست برگردونه به قبیله بنی اسد که همون نزدیکی بودن. علی ابن مظاهر که برادر حبیب باشه عرض میکنه آقا واسه چی؟ حضرت میفرماید که اهل بیت من مخدرات اینها بعد از من اسیر میشن، من نمیخوام که زن و بچه شما اسیر بشن. علی ابن مظاهر میاد تو خیمه خودش، خانومش همراهش بوده، بلند میشه میاد به استقبال شوهرش و میگه من خطبه حضرت رو شنیدم، ولی حضرت آخر خطبه چیزی فرمودن من متوجه نشدم، سر و صدا بود متوجه نشدم چی فرمود حضرت. علی ابن مظاهر میگه که بله، حضرت فرمود هر کی همراهش زن و بچه هست خانم ها رو به قبیله بنی اسد ببرید که نمیخوام اونا اسیر بشن. خانومش برمیگرده میگه میخوای چیکار کنی؟ میگه پاشو کاراتو بکن ببرمت اونجا. خانوم علی ابن مظاهر تا میشنوه نمیتونه طاقت بیاره، بلند میشه سرشو میزنه به ستون خیمه، برمیگرده میگه ای پسر مظاهر با من انصاف نکردی، تو خوشحال میشی که دخترهای پیغمبر اسیر بشن ولی من در امان باشم؟ ایسر رو که انتسلو بزینب ازارها من رأسها و انا استتر به ازاری، چادر سر من باشه. ایسر رو که انتذهب من بنات زهرا اقراطها و انا تزین به قرطی، خوشحال میشی که تو پیش پیغمبر روسفید بشی ولی من کنار حضرت زهرا خجالت زده و روسیاه باشم؟ نه، شما با مردم مباسات میکنید و ما هم با مخدرات علویه. علی ابن مظاهر این وفاداری رو که از زنش میشنوه
گریان گریان میاد خدمت حضرت امام حسین. حضرت میفرماد چیه گریه میکنی؟ میگه بله، این زن نخواست که بره، میخواد با شما باشه. و قضیه رو که امام حسین میشنوه، حضرت هم به گریه میان. شب عاشورا با غذای آش تموم میشه. صبح عاشورا دو لشکر در مقابل هم صف آرایی میکنن و اون تعدادی که از اصحاب امام حسین تو روایات اومده این اندازه است که بعضی ها نوشتن 100 نفر پیاده بودن و 45 نفر سواره. 145 نفر. بعضی ها 82 نفر نوشتن و مشهورم که 72 نفر هست. 32 تا سوار و 40 نفر پیاده. این از اصحاب حضرت. از اون طرف حضرت اینا رو دسته بندی که کرد، طرف راست زهیر ابن قین، طرف چپ رو به حبیب ابن مظاهر داد و علم سپاه رو به برادرش حضرت ابوالفضل میسپره. و دور خیمه ها هم یه خندقی کنده بودن. حضرت صبح عاشورا دستور میده اون هیزم بریزن و آتیش بزنن که لشکر از پشت سر حمله نکنه و به خیمه ها برسه. و خیمه های اهل بیت پشت سر خودشون قرار دادن و خودشون جلوی خیمه ها صف آرایی کردن. عمر سعد هم در مقابل لشکر خودش رو صف آرایی کرد و به تفصیل نوشتن پیاده ها رئیسشون کی بود، سوارها کی بود، طرف چپ و راست. و جنگ شروع میشه با تیری که ابن سعد به طرف لشکر امام حسین پرتاب میکنه و میگه شهادت بدید که من اولین نفری بودم که تیر انداختم و جنگ رو شروع کردم. اصحاب یکی یکی میرن شهید میشن، هر کدوم میان خدمت حضرت سلام میکنن، حضرت جواب سلام میده و این آیه رو تلاوت میفرمان: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. یه عده شهید شدن، یه عده منتظرن و در حکم خدا تغییری نمیدن. بعد از شهادت یه عده از اصحاب، جوانی هست به نام وهب. وهب کی بوده؟ نوشتن یه جوان نصرانی بوده که بعضیا نوشتن در منزل ثعلبیه که قبل از کربلا بوده به حضرت ملحق شده با مادرش و خانومش. و روز عاشورا تازه 17 روز از ازدواجشون گذشته و از عروسیشون. اینها در بعضی از روایات به اسم ابو وهب اومده. میگه ابو وهب بیرون کوفه مشغول کاری بود، میبینه که یه عده‌ای دارن یه لشکری به یه سمتی میرن. سوال میکنه، میگن اینها لشکر کوفه هست، دارن به جنگ امام حسین میرن. پیش خودش میگه من خیلی دوست داشتم با دشمنهای خدا، با مشرکین بجنگم. فکر نمیکنم جنگ کردن با کسایی که به جنگ فرزند پیغمبر خدا میرن کمتر از اون ثواب داشته باشه، بلکه ثوابش بیشتر باشه از جنگ با مشرکین. میاد خونه به خانومش میگه و با هم تصمیم میگیرن که برن به یاری امام حسین. اینها میان خدمت حضرت هستن تا روز عاشورا. روز عاشورا که میشه مادرش برمیگرده به پسرش و هم میگه پسر بلند شو برو از امام حسین یاری کن. و هم میگه باشه مادر جان، من میرم، ولی اجازه بده با همسرم خداحافظی کنم. میاد پیش زنش و خداحافظی که میکنه، زنش میگه جان من و جان تو، هزاران جان من و تو فدای امام حسین باد، ای کاش زنها هم میتونستن بجنگن و جایز بود که من هم میجنگیدم و جونم رو فدا میکردم، ولی دو مطلب ازت میخوام، که یکی این که بدون من وارد بهش نشی
و هم قبول میکنه، با هم میان خدمت امام حسین، اصحاب هم دور هستن دارن نگاه میکنن میشنون. همسر وهب از میکنه آقا من میدونم که وهب وقتی شهید بشه میره به بهشت و کنار حورالعین، من دوست دارم اونجا منو فراموش نکنه، بدون من وارد بهشت نشه. و مطلب دوم، دوست دارم که بعد از شهادت وهب من جزء اهل بیت شما باشم، چون میدونم دست دشمنا به اهل بیت شما نمیرسه. این حرف ها رو که همسر وهب میزنه، امام حسین و اصحاب شروع میکنن به گریه کردن. وهب هم قول میده که بدون همسرش وارد بهش نشه. بعد وهب اجازه میخواد و به میدون میره، رجز میخونه، رجزهای خیلی جالبی. یکی از اونهایی که نوشتن این هست: امیری حسینون و نعم الامیر لهو لمعتون کسراج المنیر. بعد حمله میکنه و مادرش هم از پشت سر ترغیبش میکنه، تحریسش میکنه. و بعد از مدتی که جنگ میکنه برمیگرده پیش مادرش و همسرش. به مادرش برمیگرده میگه مادر از من راضی شدی؟ مادرش میگه نه، تا کشته نشی در راه حسین از تو راضی نمیشم. همسرش خب گفتیم تازه 17 روز از ازدواجشون گذشته. همسرش برمیگرده میگه وهب نرو، منو به مصیبت خودت گرفتار نکن. مادرش میگه نه، حرفشو گوش نکن، از سعادت آخرت باز نمونی، برو جنگ کن، در راه فرزند پیغمبر خدا شهید بشی، به شفاعت برسی. وهب برمیگرده، رجز میخونه، مشغول جنگ هست. یه وقت میبینه که همسرش داره کنارش میجنگه، عمود خیمه رو برداشته داره وسط معرکه میجنگه با دشمن. برمیگرده به زنش میگه چی شد؟ تو که تازه به من میگفتی نجنگ. همسرش میگه ولم کن، چیزی از امام حسین شنیدم که دلم سوخ، دیدم کنار خیمه ایستاده و ندای با غربتا و با وحدتا که داد از تنهایی حضرت داره سر میده، دیگه نتونستم طاقت بیارم و اومدم که با تو بجنگم. هرچی وهب میخواد اینو برگردونه، همسرش بر نمیگرده، لباسش رو میگیره، میگه بر نمیگردم تا با تو کشته بشم. امام حسین که میبینه زنش رو صدا میزنه، میگه برگرد، جهاد بر زنان نوشته نشده، خدا رحمتت کنه. و برمیگرده به حضرت عرض میکنه آقا بذارید من بجنگم، دوست ندارم که بعد بمونم رو اسیر بشم. حضرت میفرماید دوست نداری با عقیله و خواهرانش مواسات کنی، همدرد اونها بشی؟ زن وهب عرض میکنه آقا مگه اونا هم اسیر میشن؟ حضرت فرمود بلی، شهر به شهر، دیار به دیار و مجلس به مجلس اونها رو میگردونن. مادر وهب هم کنار معرکه داره تحریص میکنه، پسرشو ترغیب میکنه، تشویق میکنه که بجنگ، پدر و مادرم فدات بشه و انقدر بجنگ در راه یاری امام حسین و دفاع از حریم پیغمبر تا کشته بشی و به سعادت برسی. امام حسین وقتی این حالت رو و این قضیه رو مشاهده میکنه، شروع میکنه به گریه کردن و میفرماد که خدا به شما جزای خیر بده پیرزن، شما کوتاهی نکردید در یاری پیغمبر و اهل بیتش، بشارت باد به تو که تو با پسرت در اون درجات بالای بهشت با پیغمبر هستین. وهب اونقدر جنگید تا دیگه لشکر مخالف، لشکر ابن سعد به سطوح اومدن، دیگه نمیتونن مقاومت کنن. ابن سعد صدا میزنه که دورشو بگیرید، یک دفعه بهش حمله کنید. همه از هر طرف بهش حمله میکنن، انقدر تیر به بدنش زدن که داره مثل خارپشت بدنش تیر در آورده بود.
و تعدادی که نوشتند وهب به سقر فرستاد 70 نفر نوشتند. بعد بس که بهش ضربت زدن بی حال و خسته شد، از اسب افتاد روی زمین. وهب رو دستگیر میکنن، میارن پیش ابن سعد. ابن سعد صدا میزنه، چه حمله ای داشتی؟ چه جنگی کردی؟ دستور میده گردنش رو میزنن و سرش رو برای لشکر امام حسین پرتاب میکنن. مادرش بلند میشه و سر فرزند خودش رو میگیره، میذاره رو دامن و خون رو از سر صورت پسرش پاک میکنه. میگه الحمدلله که خدا منو روسفید کرد و چشم منو با شهید شدن تو روشن کرد. بعد به شدت گریه کرد و میگه خدا بین ما و این لشکر حکم کنه، این امتی که بدترین امتها هستن، شهادت میدم که یهود و مجوس از شما بهترن. این لشکر عمر سعد. بعد سر فرزند خودش رو پرتاب میکنه برای لشکر ابن سعد و میخوره به سینه قاتل وهب و قاتلش رو به درک واصل میکنه. از اون طرف عمود خیمه رو بر میداره و میاد میون میدون جنگ و شروع میکنه به جنگیدن و 2 نفر رو میکشه. امام حسین برش میگردونه که ای مادر وهب برگرد که تو با پسرت با رسول خدا خواهید بود، جهاد برای زنان نیست. زن برمیگرده، در حال برگشت میگه خدایا امیدم رو قطع نکن. امام حسین میگه خدا امید تو رو قطع نمی کنه ای مادر وهب. و اما همسرش که 17 روز بود با هم ازدواج کردن، وقتی میبینه شوهرش به این وضع افتاده، جنازه شوهرش رو میبینه، میدوه میاد وسط معرکه و خودش رو روی جنازه شوهر میندازه. شمر نگاه میکنه، میبینه که همسر وهب اومده کنار شوهرش. به غلام خودش دستور میده که برو این زن رو به شوهرش ملحق کن. غلام شمر را میفته، میاد و همسر وهب رو در حالی که کنار جنازه شوهرش هست، ضربه‌ای به سرش میزنه و او رو هم شهید میکنه. و او اولین زنی است که در معرکه جنگ در کربلا به شهادت رسید و نبود تا اسارت اهل بیت عصمت و طهارت رو ببینه. تا برنامه بعد که باز هم از اصحاب برای شما بگیم، خدا نگهدار.